به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. میدونید که این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت هفت شب به وقت ایران به مهمترین خبر روز میپردازه. پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به سوال یک دانشجو در مراسم روز سیزده آبان جنجال آفرین شده وقتی خامنه ای به تغییر سیاست حکومت برای ساخت بمب هسته ای روی خوش نشان داده. دانشجوی از او درخواست حکم ثانویه برای تغییر فتوایش در ممنوعیت ساخت بمب اتم را کرده و خامنه ای هم گفته هر کار که لازم باشد انجام خواهد شد مشتبا پو پوموسن و جزئیات بیشتر بازی با آتش چراغ سبز رسمی خامنی برای ساخت سلاح هسته‌ای عبور از مرحله هشدار و تهدید پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به یک دانشجو برای افزایش برد موشکها، و تجدید نظر در دکترین هستی تایید همه آنچه اسرائیل سالها میگفت و تهران انکار میکرد و غرب باور آیا رهبر نظام فضا را برای تغییر فتوای هستهایاش آماده میکند توافق ای بر اساس دروغ و فریب ایران شکل گرفته صدها هزار فایل در اینجا ثابت میکنند که اونا دروغ گفتن. یازده اردیبهشت ماه سال 97 ناخس وزیر اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی بخشی از اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای خبرنگاران به نمایش گذاشت و گفت این اسناد نشان می‌دهد تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است اسنادی که درست سه ماه قبل در شب 11 بهمن ماه سال 96 از ایران دزدیده شد یک مأمور زن موساد در عملیاتی میدانی بیش از 55000 صفحه و 183 سی دی از اسناد هسته‌ای ایران را از شوراباد تهران دزدید و از طریق مرز جمهوری آذربایجان از کشور خارج کرد و به اسرائیل بود. درست دو هفته بعد از خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ، پایتختهای اروپایی و سازمانهای بین‌المللی واکنش‌های متفاوتی به افشاگری نتانیاهو داشتند. آنها همزمان با دنبال کردن پروژه نجات توافق هسته‌ای می‌گفتند جمهوری اسلامی در گذشته برنامه ساخت سلاح هسته‌ای داشت اما الان نه. به اعتقاد آنها گذشته گذشته بود. اما شش سال و شش ماه بعد علی خامنه‌ای در یک سخنرانی رسمی از ساخت سلاح هسته‌ای گفت ما در مقابله با استکبار همه اونچه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ تسلیحات چه از لحاظ کارهای سیاسی هر چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمد مسئولین مشغول انجام این کارها هستند ساعتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت او این سخنان را به گفته خودش در پاسخ به پیشنهاد یکی از دانشجویان حاضر در مراسم به زبان آورده روزنامه فریختگان یک شنبه متن کامل سخنان دانشجویی را منتشر کرد که خواهان بازنگری در دکترین دفاعی کشور شده فاطمه باغری خاروانی از یک طرف از رهبر نظام خواست با افزایش برد موشکا بازدارندگی را افزایش دهد و از طرف دیگر با اشاره به فتوای خامنی درباره ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای خواستار حکمی ثانویه شد تا تهران بتواند سلاح هسته‌ای بسازد از سال 82 گفته شده خامنی در یک فتوای فقهی ساخت سلاح هسته را حرام اعلام کرد اما بعدا مشخص شد او استفاده از این سلاح ها را حرام دانسته نه ساختش دو. مقام های جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته با توسل به این فتوا خبرها درباره تلاش تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای را انکار میکرد. با این حال در یک سال اخیر و بعد از حملات اسرائیل به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و همینطور حمله مستقیم این کشور به ایران، مقام های نظام هشدار دادند که تهران ممکن است دکترین هسته‌ای‌اش را تغییر دهد. در تازه‌ترین مورد، کمال خرازی مشاور عالی خامنی اعلام کرد جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح هسته رسیده و اگر موجودیتش در خطر بیافتد سیاستش را تغییر میدهد در مذهب تشیع فقی میتواند در شرایط استرار حکمی فقی را تغییر دهد محمود نبویان نماینده عضو جبهه پایداری مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با توجه به حوادث این روزهای جهان و منطقه تجدید نظر در دکترین ای جمهوری اسلامی محتمل و به زم او اقلانی است. پیشتر هم چهره های نزدیک به نظام سعی کرده بودند نشان دهند جهان در حال حاضر برای پذیرش جمهوری اسلامی ای آمادگی دارد. اگر بخوان عوض بکنن، الان در دنیا کاملا پذیرش داره در افکار عمومی دنیا. ایران انٹرنشنال حدود یک ماه و نیم پیش در گزارش اختصاصی خبر داد که جمهوری اسلامی با اختصاص بودجه ویژه به سازمان سپند و تست چشنی های انفجاری و همینطور آزمایش موشک های بین قاره‌ای با پوشش ارسال ماهواره تلاشهایش برای ساخت سلاح هسته‌ای را سرعت داد اگرچه دقت در سخنان خامنه‌ای نشان میدهد تغییر دکترین هسته‌ای نظام برخلاف آنچه برخی تحلیلگران میپندارند یک تهدید نیست بلکه برنامه‌ای در جریان است همزمان جمهوری اسلامی توسعه برنامه موشکیش را به عنوان مکمل ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌برد. زمزمه‌ها درباره لزوم افزایش برد حداکثری موشک‌های جمهوری اسلامی در ادامه شلیک موشک‌های بر در ماه‌های گذشته تعریف می‌شود. هواداران نظام میگویند با توجه به از بین رفتن بازدارندگی جمهوری اسلامی برای مهار اسرائیل باید بمب هسته‌ای بسازد. اگرچه تاریخ دور و نزدیک نشان داده که هیچ حکومتی نمی‌تواند برای بازدارندگی صرفا به توانایی نظامی بسنده کند همچنان که نه نیروهای نیابتی تهران در منطقه برای جمهوری اسلامی بازدارندگی آورد نه موشکهای هایپرسونی حتی خود سلاح هسته هم بازدارنده نیست اگر بود جمهوری اسلامی نمیتوانست به سوی اسرائیل هسته موشک پرتاب کند از طرف دیگر سرانجام دو تا از آخرین دیکتاتورهایی که صدای ماندگاری با تکیه به بمب هسته‌ای داشتند یا اعدام پای چوبه دار بود یا مرگ زیر دست و پای مردم تنها نمونه مشابه موفق برای خامنه ای کره شمالی است کشوری که یک رهبر دارد که بمب هسته ای را بغل کرده اما میلیون ها نفر از مردمش به اثر گرسنگی میمیرند و کار به جایی رسیده که بخشی از جیره غذایی ارتش را هم قطع کرد سرانجام دستیابی خامنه ای به صلاح هسته ای هم اگر برای او و سپاه پاسداران استمرار جمهوری اسلامی باشد برای مردم نتیجه ای نخواهد داشت جز سرکوب و این هدام به باقیمانده مانده ستونهای لرزان اقتصاد ایران آیا خامنی با فتوای سانویه به سوی قمار آخر پیش خواهد رفت؟ مشتبه پور محسن لندن آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته آیا آرامش با توجه به شرایط بحرانی که الان منطقه و جهان داره فکر می‌کنید که دستیابی به سلاح هسته‌ای واقعاً این نقص بازدارندگی جمهوری اسلامی رو میتونه برطرف بکنه چون همین الان میدونیم که اسرائیل سلاح هسته‌ای داره اما عملا در معرض حملات هست مثلث دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بر سه به قول زل برنامه موشکیش گروه های نیابتیش مثل حزب الله در لبنان هشت شعبی دیگه اراقی، و گروه های دیگه عراقی کتاب و روزالک. گروه دیگه مثل حوسی ها در یمن ولی کلا اون مجموعه گروه های نیابتیش و سوم یه مسئله هستش اینا سه ضلع دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی رو تشکیل میداد همونطور که میدونید جمهوری اسلامی قدرت نظامی کلاسیک نداره یعنی آن چیزی که به عنوان هواپیما نیروی زمینی مجهز ادوات زرهی مجهز اینا رو هیچکونو نداره دلیل اولش تحریم‌های طولانی است و دلیل دوم اینه که از لحاظ بومی هم قدرت ساخت ادوات زمینی هوایی و دریایی پیشرفته رو نداره آن چیزی هم که داره یا اجناسی است که از زمان شاه باقی مونده چیزهای قدیمی آمریکایی مال 40 سال پیش 44 سال پیش 50 سال پیشه یا چیزهایی که از کشورهای دیگه مثل داد جمهوری شوروی سابق یا روسیه یا چین و غیره خریده که اونها هم کیفیت آنچنان ندارن مسئله موشکی هم که نشان داد که قدرت موشکی جمهوری اسلامی چه موشکهای کروزش که خب سرعت پایینی دارن چه موشکهای بالستیک که خب بالاخره سرعت بالایی دارن و بر اساس اون تعریفی که میشه میره بالا و بعد با سرعت بسیار پایین عمودی سقوط میکنه اونها هم باز قابل مهارن تا حد بسیار زیادی چه با سیستم هایی که اسرائیل داره و به خصوص با گذاشتن نصب سیستم های بسیار پیشرفته فد تی ای ای دی آمریکا یا تاد به پارسی میگن بهش که اونها هم این رو عملا خونسا میکنه میمونه مسئله هستش جمهوری اسلامی بر خلاف آنچه که بسیاری میگفتن نه خیلی برنامه غیر نظامی است نه خیر برنامه است برای نمیدونم افتخار ملی غرور ملی خیلی هم سعی کردن ببندنش به مثلا برنامه ملی شدن سنت نفس زمان دکتر مصدق و اینها از اولین برنامه بوده نظامی و از اولین برنامه بوده برای حفظ بقای نظام آنچه که به قول خمینی میگفت حفظ نجام از, از عجب واجبات است آنچه که برای اینها محاسبش بود این بود که اگر اینها به هسته ای دست پیدا کنند اون موقع کسی جورت حمله کردن به اینها پیدا نخواهد کرد ولی خب سوال اینجاست مگر اسرائیل تسلیحات ای نداره مگر جمهوری اسلامی به اونها حمله نکرد دوم اگر جمهوری اسلامی بخواد برای دفاع خودش از تسلیحات هسته استفاده کنه آیا در اصلا میتونه فکر بکنه چه بلایی به سرش خواهند آورد یعنی اینو باید خودشون بشینن پاسخ بدن که ببینن اگر شما آمدی ما با اصله هست با تسلیحات هسته‌ای هست فلان رو زد جمهوری اسلامی آیا میدونن به روزگار این کشور چه خواهند آورد یا این مسئله رو مطرح میکنن که اصلا آیا امکان دستیابی به بمب اتمی میتونه کمکی بکنه به جمهوری اسلامی که بخواد امتیازگیری از قبل غرب بکنه یا نه نب... اما این گفته های و یا مقام های جمهوری اسلامی در ارتباط با بمب اتم چه باستابی در آمریکا داشته چه واکنشی میتونه در خاورمیانه در پیدا داشته باشه برخلاف اون که من توی پکیج شما هم شنیدم که یکی از اون تحلیلگرای جمهوری اسلامی میگفت موقعیت یا افکار عمومی و اذهان عمومی در غرب یا در دنیا آمادن برای جمهوری اسلامی هستی اصلا و ابدا اینطور نیست برای مردم خواب خیلی راحت تشریح کنم ایران به عنوان ای... الان شما بگید اسم ایران رو که میارید و حالا جمهوری اسلامی و اینها به اسم ایران به عنوان کشور که شناخته میشه در ذهن یک مستمع غربی کشوری است و حکومتی است دقیقا مترادف با تروریسم و شرارت برای آن کس که میشنه خبرها رو نگاه میکنه خبرهایی که پشتش یا قبلش یا وسطش اسم ایران یا جمهوری اسلامی میگم اینا به عنوان یک استفاده یک یونت یک واحد استفاده میشه هست معمولاً یا خبر حمایت از حزب الله، حمایت از حماسه، حمایت از عرض کنم و تروریزم بزرگش ما تروریسم بنورمدل یا به همین هیچ کشور معقولی نمیاد از تست هسته جمهوری اسلامی حمایت بکنه صحبت بعدی اینه آنهایی هم که اینجا در غرب متهم به لابی گری آقای آرامش واقعا 15 ساله بیشتر نداریم به پایان برنامه متشکرم آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی همراه ما و ممنون از اینکه شما امروز با گزارش روز با ما همراه بودید و این برنامه رو توی شبکه یوتیوب هم میتونید نگاه بکنید شب سمارش.